سرخط تازه ترین و مهمترین خبرها، جزئیات کامل از حمله بالای کاروان عبدالحمید خراسانی، چشمانداز دولت طالبان در شعای گفتگوهای اسلو، بیکار شدن 1.6 میلیون نفر بعد از کودتای نظامی در میانمار. دوستان مردم عزیز، منتظر گرم شدن هوا است. به نام خدا و با تقدیم سلام با مجموعه خبری چنل یوتیوب وان اسمارت خوش آمدین. خواهش میکنیم تا آخرین ویدیو با ما بوده و نیز چنل یوتیوب ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. آماج نیوز در روی صفحه رسمی فیسبوک خود چنین نگاشته است: تازه دقایق پیش بالای کاروان عبدالحمید خراسانی، آمر امنیت پنجشیر در ولسوالی رخه پنجشیر انفجار صورت گرفته است. جزئیات کامل از چگونگی در انفجار تا کنون در دسترس نیست. با این حال نخستین ویدیویی که از انفجار امروز جاده در ولسوالی رخه بر کاروان موترهای عبدالحمید خراسانی، آمر امنیت پنجشیر طالبان در پنجشیر رخ داده است. با این حال وازیدین یعقوبی در روی صفحه رسمی فیسبوک خود چنین می نویسد: انفجار در بازار رخای ولایت پنجشیر رخ داده است. تاکنون جزئیات در این باره در دست نیست. در همین حال بشیر احمد قاسانی در روی صفحه رسمی فیسبوک خود چنین نگاشته است: تاجدین سروش، خبرنگار افغانستان انترنشنال. در دو روز گذشته برخی از من انتقاد های شدیده کردن و بعضا فحش دادن که چرا من از امیر خان متقی پرسیدم چند نفر انسان بیگناه را در 20 سال گذشته کشتید. اولا از این افراد میخوام تا سرشان را به گریبانشان ببرند و از خود بپرسند کدام نقطه کابل باقی مانده بود که در 20 سال گذشته طالبان انفجار نداده باشند. هر نقطه دو و یا سه بار. در همین حال دبلیویچه فارسی در روی صفحه رسمی فیسبوک خود نقل از صفحه رسمی فیسبوک تاجدین سروش چنین می نویسد: امیر خان متقی وزیر خارجه طالبان از روز ورودش به نروژ تا کنون با فشارهای زیاد روبرو شده است. تاجدین سروش خبرنگار افغانستان انترنشنال در دومین روز نشست اسلو از امیر خان متقی بسیار بازی پرسید که طالبان در 20 سال گذشتهشان با دولت و مردم افغانستان چه تعداد انسان ها را کشتند. سوالی که در داخل خاک افغانستان این روزها پرسیدنش از سوی خبرنگاران شاید به صدور حکم مرگشان بیانجامد. گرفته شده از صفحه رسمی فیسبوک تاجدین سروش. همچنان این در حالی است که بیکار شدن 1.6 میلیون نفر بعد از کودتای نظامی در میانمار، سازمان بین ملل کار ILO اعلام کرده است که طی سال گذشته پس از کودتای نظامی در میانمار حدود 1.6 میلیون نفر شغل خود را از دست دادند. خبرگزاری افق می نویسد: بر اساس این گزارش تمام افراد بیکار در میانمار حدود 8% کل استخدام رسمی و غیر رسمی این کشور را تشکیل می دهند. از سوی دیگر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد جامعه بین ملل را به افزایش فشارها بر ارتش میانمار برای پایان دادن به خشونت علیه مردم دعوت کردند. میشل باچله کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد با انتشار بیانیه در آستانه یکمین سال روز کودتای نظامی در میانمار گفت: تاوان کودتای نظامی را مردم می پردازد. باچله افزود: همه مدافعان حقوق بشر در میانمار که تا این هفته با آنها صحبت کردیم، از جامعه بین ملل خواستیم تا فراموش نکنند و از غیر نظامیان در برابر خشونت ارتش حفاظت کنند. بر اساس گزارش ها اقتصاد میانمار سال گذشته حدود 18% منقبض شده و در شرایط در خانه های تحت تاثیر فشارهای حکومت نظامی بر تشکیل مدافع حقوق کارگیران بدتر شده که به این علت بسیاری از کارگران به مشاغل کم در آمده یا کشاورزی روی آوردند. و دنبال تعلیق یا لغو پروژه های سرمایه گذاران حدود 350 هزار فعالیت مربوط و بخش ساخت و ساز نیز از بین رفت.
گفتنی است که ارتش میانمار سال گذشته در واکنش با آن چه تقلب گسترده در انتخابات این کشور میدانست قدرت را در دست گرفت. نتیجه آن انتخابات قدرت را دوباره به آنگ سان سوجی و حزب لیگ ملی برای دموکراسی واگذار کرد. همچنان این در حالی است که چشمانداز دولت طالبان در شعار گفتگوهای آسلو وقتی اروپا و آمریکا از فرستادن سیاسی طالبان در پایتخت ناروی استقبال و میزبانی میکنند، این به معنای آن است که غرب ناگزیر شده واقعیت طالبان را به رسمیت بشناسد و با آنها از موضع حد دولت بالفعل و فعال وارد مذاکره جدی درباره سرنوشت افغانستان شود. شاید به همین دلیل بود که امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه طالبان اعلام کرد که مذاکرات اسلو حتی اگر به هیچ نتیجه دیگر هم منجر نشود، نفس برگزاری آن یک دستاورد به حساب می آید. کارشناسان سیاسی هم می گویند که صرف نظر از این گفتگوی اسلو سرانجام چه نتیجه بر شناسایی عدم شناسایی دولت طالبان به همراه خواهد داشت، صرف برگزاری آن برای دولت کنونی کابل یک امتیاز بزرگ به حساب می آید. ضمن آن که طالبان انتظار دارند که این گام ابتدایی و البته اساسی برای شکستن انزوای بین المللی باشد. خبرگزاری افق می نویسد از چند روز پیش امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه طالبان هیئتی از آن گروه را در اسلو پایتخت ناروی رهبری می کند که در حال رایزنی با طرفهای اروپایی و آمریکایی و نیز نمایندگان جامعه مدنی و زنان معترض افغان است. کاملا مشخص است که هدف طالبان از این گفتگو شکستن انزوای سیاسی از طریق دستاورد به شناسایی بین المللی و نیز آزادی پولهای منجمد شده افغانستان در بانکهای آمریکایی و اروپایی می باشند. در مقابل نیز قدرتهای غربی انتظار دارند که دولت جدید افغانستان مطالبات آنها در حوزه های حقوق بشر، آزادی های اساسی و مدنی، حقوق شهروندان و اقلیت‌ها، تشکیل دولت فراگیر، مبارزه با تروریسم و قطع ارتباط با گروه‌های تروریستی را محقق سازد. گرفته شده از خبرگزاری افق، امیرخان متقی در نشست اسلو. با تشکر که تا آخرین ویدیو با ما بودید. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر چنل یوتیوب وان اسمارت را سابسکرایب نمایید. ما برای شما بهترین و جدیدترین ویدیوهای روز را به نشر خواهیم گذاشت. امید که از ویدیوهای جدید و روزانه ما لذت ببرید. تا درود دیگر، بدرود. منتظر نظریات شما خواهیم بود.